بله، بدرودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز پنجشنبه، پنجشنبه خوب و پنجشنبه ای که به راستی منتظر هستیم تا بتونیم بعد از گذر از برنامه خوب آقای باسطوت که اقتصاد و سیاست رو در حقیقت با همدیگه تلفیق میکنه و یک برنامه بسیار بسیار شیرین و جذابی رو ارائه میده، بریم خدمت آقای اسماعیل وفایغمایی نازنین. میذاره در همین مقدمه عرض ادب و عرض ادب بکنیم و ادب و احترام به جناب یغمایی نازنین و سپاسگزار باشیم از حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما یغمایی. درود بر شما آقای بهبانی و درود به همیهنان گرامی و سپاس از تلاش های شما مثل همیشه در فروزان نگاه داشتن چراغ تلویزیون میهن و پراکندن روشنایی برای همیهنانی که ما در دوره اخیر واقعا نیاز هر چی بیشتر به روشنی داریم. سپاسگزاری میکنم. ممنون. من گوشمون رو وصل کنیم که صدای شما رو بهتر بشنم. بله، ازم به حضور دوستان که ما امروز بعد از ظهر باید بریم بیمارستان، فردا هم در خدمت نخواهیم بود برای اینکه این چند روز رو در بیمارستان خواهم بود. بنابراین شرمنده از همه مهر شما، از اینکه نمیتونیم فردا این ارتباط با بینندگان رو برقرار بکنیم، از این بابت واقعا پوزش میخوام، اما چه کنم، راه دیگری ندارم. اگر بود یه تفکری، یه عرقی، یه عشقی، همه ماجراهای ما تبدیل شده به قائم به ذات، قائم به فرد باشه، در حالی که فردی نباید باشه. این حرکت ها جمعی است، باید به جمع وابسته باشیم. اگر سعید بهبانی نتواند، آقای یغمایی به هر دلیلی نتوانه، این نباید این کار تعطیل بشه. باید دیگری مشعل رو به دست بگیره، مثل ماراتونه، همه با هم به سمت پیروزی برویم، به سمت انسانیت، به سمت کرامت انسان حرکت کنیم. ولی متاسفانه تا این لحظه این گونه نبوده. بازم توضیح میدم که روزهای سه‌شنبه بعد از برنامه آقای انصاری نازنین که بحثای پزشکی و بهداشت عمومی رو مطرح میکنه، همنشین بهار مهر کرده یه سلسله برنامه‌های اختصاصی برای میهن تیوی درست میکنه که ما بعد از برنامه‌های آقای انصاری روز سه‌شنبه اونا رو پخش میکنه. بعد آقای یغمایی نازنین به همراه دوستش آقای مهدی در انگلستان، دو نفری هم یه سلسله برنامه‌ای رو از پیش از اینکه همکاریشون رو با میهن تیوی آغاز کنن، این دو نازنین یه سلسله ویدیوهایی رو تحت عنوان گذرگاه تاریخ تولید میکردن که الان در بخش دوم هستیم. بخش اولش مربوط است به پیش از اسلام، بخش دومش مربوط است به پس از اسلام و الان در قسمت 110 هستیم. یعنی ما روز سه‌شنبه 110 بخش از این تاریخ بعد از اسلام رو آقای یغمایی زحمت کشیده تهیه کرده که مثل این که اینا ویدیو بشه. اگر به سایت میهن مراجعه کنید به بخش یوتیوب کانال میهن تیوی، یعنی youtube.com/mihantv عددی 1، این آدرس کانال یوتیوب میهن تیوی است، یعنی youtube.com/mihantv1، وقتی که وارد بشید یک بخشی داره به نام پلیلیست یا فهرسته های پخش، به فارسی اگه نوشته باشی نویسه فهرسته های پخش، انگلیسی پلیلیست. رو پلیلیست که کلیک بکنید همه ی عزیزانی که در میهن تیوی برنامه دارن به طور مستقل
میتونید آرشیوشون رو اونجا ببینید. یعنی مثلا آخرین برنامه آقای یغمایی که دید، آقای میگم آقای یغمایی، آقای مصداقی که دیروز انجام شده، یا فرض بفرمایید که آقای رحیمی فدوی نازنین دیروز برنامه اجرا شده، شما امروز میتونید تو همون کانال یوتیوب توی رحیمی، فدوی، مصداقی همه رو دونه دونه دنبال کنی و ببینی. به هر حال خواستم این نکته رو بگم که اولا فردا نیستم، یعنی از امروز بعد از ظهر نیستم دیگه، لطفاً تماس نگیرید، فردا هم در خدمتت نخواهم بود. امیدوارم دوشنبه بتونیم برگردیم اگر که سالم بیرون بیاییم، و روز دوشنبه در خدمت شما خواهیم بود. و همین، بریم خدمت آقای یغمایی. میدونم شما بیش از من منتظر هستید. تو این بخشی که داریم انجام میدیم الان، فکر میکنم که تو سالهای 50 رو داریم طی میکنیم با هم، اوایل ابتدای دهه 50 خورشیدی هستیم، دوره که به حال در شهریور 50 اون ضربه بزرگ هست و یه آدمی به صفحه تلویزیون میاد که بعدا اسم خودش رو پرویز ثابتی مینامد، حالا اسمش پرویز ثابتیه، ولی در صفحه تلویزیون خودش رو مقام امنیتی خطاب میکنه. و این مقام امنیتی که یه جوان آراسته است و به صفحه تلویزیون میاد و خیلی هم محکم حرف میزنه، از یه گروه به اصطلاح نهضت آزادی نام میبره و میگه اینا مارکسیستای اسلامی هستن، گروه به اصطلاح نهضت آزادی، که همین مجاهدین رو میگفته. ولی همه یه داستان که رجبش حرف میزنیم، رجب اوضاع و احوال در ساواک و شکنجه و دروغ هایی که در انقلاب میگفتن، یه تونل از زیر زمین کشیدن از نیاورون تا اوین و از اونجا 4 کامیون ناخون انگشت در آوردن، 4 کامیون ناخون، مردم هم را میرفتن که آه این ساواک همه رو نابود کرد. چقدر زیبا میگه ایرج مصداقی، میگه شما هنوز به یارو میگی ساواکی، ساواکی امر زشته، اما دوان دوان میدوی به سمت حجاریان، میدوی به سمت امینزاده، میدوی به سمت بنیانگذاران این نظام، دستگاه اطلاعات و امنیت این نظام اهریمن. اما میخوام از آقای از آقای یغمایی بپرسیم که در حقیقت این شکنجه هایی که به حال ساواک اعمال میکرد بر چه پیشینه ای استوار بود؟ چون که بالاخره توی در ایران قبل از دوران پهلوی و حتی قبل از ساواک رد شکنجه و تعذیر رو تقتیل بهش میگن. اینا کجاست؟ کجا آقای یغمایی باید رفت دنبال این رفتار شکنجه؟ از چه زمانی در حقیقت میشه تاریخ برای ما میگه که اینا شروع شده؟ در اون بخشی که مربوط است به پیش از اسلام که شما توش یه دوره‌ای صحبت کردین، آیا شکنجه در اون دوران بوده نبوده؟ در دوره‌ای که اسلامی‌ها در حقیقت بر سیر قدرت میشینن، این شکنجه ها چجوری بوده؟ چجوری ریشه کرده در مذهب؟ البته الان یه سریالی رو نگاه میکنم به نام برجیا در شبکه شوتان، راجب یه خانواده ایست که در حقیقت پاپ رو جهانی میکنه و واتیکان رو میرسونه به همه دنیا، که همه پادشاهان بایستی که زیر فرمان ملوکانه پاپ اعظم باشن، چون پاپ خداست روی کره زمین و اونجاست که
شکنجه رو نشون میده. بریم آقای یغمایی رو، چون میدونم شما بیشتر از من طالبید که سخنان آقای یغمایی رو بشنوید. آقای یغمایی، این مطالبی که عرض کردم اگر مفهوم بوده خوشحال میشم بشنوم فرمایش شما، چون برای خودم هم خیلی جالبه که بدونم که این ریشش کجاست واقعا و آیا پیش از اسلام بوده نبوده، چجوری بوده، اگر بوده چجوری بوده، بعد اسلام چجوری بوده. اگه تونستی مفصل برامون توضیح بدیم ممنون میشم. بفرم. با درود مجدد. ببینید آقای بهبهانی و همیانان گرامی، تاریخ بشر خب مراحلی که عبور کرده ازش مشخصه، کما بیش تحلیلی که سوسیالیست‌ها ادامه میدن، یعنی دوران‌های مختلف، کمون اولیه، بردهداری، فئودالی، بعد بورژوازی و الان هم در کاپیتالیسم بزرگ هستیم. جنگ بر سر قدرت بود و در طول قرن‌ها قدرتمندان و خلاصه گردن کلفت‌ها که قدرت سیاسی و نظامی رو در دست داشتن حکومت می‌کردن بر توده‌های مردم. در سراسر جهان اینطوری بوده. فقط در افسانه هاست که ما گاه تک و توک یک امیری، فرمانروایی، نمی‌دونم قدیسی رو می‌بینیم که انسان خوبی است، مثل فرانسوا دو آسیز مثلا، که این حاکم نبود. تاریخ اگر دموکراسی وجود داره به دلیل تلاش انسان‌ها بوده، مردم بوده، جنگیدن اونها بوده، بر بستری از خون و رنج و شکنجه از 3000 سال قبل، 4000 سال قبل تا الان. و اگر ما بخوایم ساواک رو بررسی بکنیم، حتما باید همینطوری که آقای بهبهانی به درستی اشاره کردن، پیشینه این مقوله شکنجه رو باید ببینیم که از کجا شروع شد، شدتش چقدر بود، و بعد خواهیم دید بدون اینکه من بخوام از تلطیف کنم به قول معروف کارهای ساواک رو، که من خودم از سال 54 در درون زندان ها بودم و شاهد بودم که چه خبر بود. اگر فرصت شد خواهم گفت، به عنوان کسی که دیگه تماشاچی نیست بلکه بازیگر صحنه ای است که مجاهدین و فدایی ها درست کردند و در زندان خودش در داخل صحنه است. ببینید، من نخست در رابطه با ایران یه اشاره می کنم. یکی از برای ادای احترام به فردوسی بزرگ، که هر جا ما می رویم حتی در تحلیل و تفسیر تاریخ مجبور آدم سر تعظیم فرود بیاره که فردوسی که سند ملی ما رو نوشته در مقابل عرب، زبان ما رو حفظ کرده و افتخارات ما رو حفظ کرده، انسانی صریح و راستگو، و در شاهنامه خودش در دوره ساسانیان حداقل 6 بار نشون میده که مردم علیه ظلم و بیدادگری حکومت ها قیام میکنن، که دوتاش قیام های مسالمت آمیز بوده که به شدت سرکوب میشه، مزدک و مانی، و برخیش شورش بودیم. یک بار در زمان پادشاهی قباد به دلیل کشته شدن سوفزای، سردار بزرگ ایران، به دست او مردم شورش میکنن. بار دوم در زمان پادشاهی هرمز هست، به دلیل بیدادگری و ظلم اون شورش میکنن. بار سوم در زمان پادشاهی شیرویه است که علیه بیدادگری او و خسرو پرویز، و بار چهارم در زمان فراهین با 2 تا جنبش مسالمت آمیز. فردوسی نشون میده که مردم شورش میکردن، سرکوب میشدن. منتها تا قبل از اینکه ما به اسلام به ایران برسیم، باید و ریستر من توضیح بدم. ببینید، شکنجه من یک بار 20 سال قبل در ایتالیا یک موزه درست کرده بودن از ابزار شکنجه دوران قرون وسطا و انگیزیسیون. همینجا تاکید بکنم، شکنجه هایی که در حکومت های مذهبی با حمایت پروردگار اون مذهب و بزرگان و قدیسان اون مذهب انجام میشه، گوی سبقت رو از شکنجه های هر پادشاه و امیری میبره، زیرا این تایید زمینی داره و امیر به دنبال خلاصه پشتیبانی آسمانی نیست در خیلی موارد. ولی اون ملایی که شکنجه میکنه یا کشیشی که در قرون وسطا شکنجه میکرد،
تأیید یک خدای جلاد و شکنجهگر رو داره که ابزارهایی ساختن که من موقعی که برگشتم تا چند روز حالم بد بود و از انسان متنفر بودم. نمونه‌هایش یادم مونده، مثلا تشت چوبی که محکوم میشوندن توش، توضیح میداد اون راهنما، و خلاصه تو این تشت افراد رو میشوندن و به شیر و عسل آغشته میکردن، دست پاشو میبستن، بعد حشرات مگس و زنبور و اینها میومدن تغذیه میکردن از این عسل و این افراد رو غذا میدادن، در کثافت خودشون غرق میشدن و سرانجام زنده زنده میمردن. یا گاو برنجی که در قرون وسطا یک گاو بزرگی از فلز که شکمش رو باز میکردن، محکوم رو میذاشتن تو شکم، درش رو میبستن، زیرش آتش روشن میکردن، محکوم در شکم گاو کباب میشد به میله کشیدن که شکنجه رایجی بود، افراد رو رو میله های نوکتیز بنشونند و قهرمان این هم یک شاهزاده بود به اسم شاهزاده ولاد در قرن 15 رومانیایی که معروف بود به ولاد میله کش، که میگن یک بار 20,000 نفر رو اینجوری کشته و 3-4 روز طول میکشه تا فرد بمیره. یا چنگال کافران که تابلو نقاشیش هم در موزه هست، یه چنگالی است که یه سرش زیر گلوه، یه سرش روی سینه است، فرد سرش رو مجبور بالا نگه داره و به این حالت خلاصه یا اعتراف بکنه یا بمیره. انواع و اقسام واقعا 200-300 مورد چیزهای عجیب غریبی که آدم فکر میکرد که این به قول معروف ذهنیت بشر و ذوقش به کجاها کشیده که تو ابزار شکنجه از قفس درست کردن، قفسی که محکومان رو میذاشتن آویزون میکردن بالای کاخا تا حیوانات بیان به اونا نوک بزنن، کلاغ و نمیدونم لاشخور اینها بخورنشون، تا نمیدونم دستگاهی که دست و پا رو خورد میکرد و ساده ترینش دیگه گیوتینی که خب ابزار کشتن. این شکنجه در طول تاریخ در تمام جهان، شما به هر جا سر بزنید، به قول اون شعر قدیمی خودمون، سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بران رنگی نیست، باید این رو در سطح جهانی گفت، سر تا سر این زمین ما سنگی نیست که از خون خلاصه ستم کشان یا ستم بران بران رنگی نیست. همه جا آلوده به خون هست، دستگاه سلطنت، دستگاه کلیسا، دستگاهی بیدم خلافت. اگر ما بریم خواهیم دید که این مسئله وجود داشت. اون تا برگردیم به ایران خودمون و قبل از این من اشاره بکنم که در تاریخ اسناد محکومان کمتر ثبت شده. تاریخ اگر چیزی ثبت کرده شرح فتوحات بزرگان و نمیدونم پادشاهان و لشکرکشی های اونا هست، به خصوص اگر توجه بکنیم که در دوردست‌های تاریخ در برخی سرزمین‌ها اصلا نوشتن وجود نداشته که بنویسن که چه گذشته، مگر روی کتیبه‌ای یا سنگ نوشته‌ای مثلا که داریوش نوشته. البته در ایران از 3-4 هزار سال قبل خط ایلامی وجود داشت، خط آرامی وجود داشت و حتی هخامنشیان که اومدن از این نویسندگان ایلامی و آرامی کمک می‌گرفتن و اسناد نوشته می‌شد، ولی در طول تاریخ اسنادی نوشته شده به جرائم برخی مردم اشاره کرده، به برخی نارامی های اجتماعی، ولی نه همه اونها. و به همین دلیل ما اگر بخوایم اسم بذاریم باید بگیم باستانشناسی محکومان بسیار بسیار مشکله، ولی باستانشناسی حاکمان و کارهاشون خیلی راحته. بنابراین باید تلاش کرد، کوشش کرد، روشی به دست آورد که بفهمیم چه بلایی به سر مردم اومده در زمینه شکنجه قدرتمندان از دوردست تاریخ ایران تا عصری که ساواک تشکیل شد. این تاریخ ایران وقتی ما میخونیم مثلا در دوردست تاریخ، خب ما همینجا من تأکید بکنم، من بارها اشاره کردم که من ترجیح میدادم که تاریخ ایران هرگز دولت ساسانیان توسط اعراب سقوط نکنه و ما این استبداد ایرانی خودمون رو داشته باشیم تا کمر تاریخمون نشکنه، زیرا در همه جهان وقتی کمر تاریخ نمیشکنه حتی با مستبدین هم میهن به قول معروف،
تاریخ راحتتر و سریعتر به طرف دموکراسی میره تا اینکه چندین بار توسط اسکندر و مغول و تیمور و حمله اعراب کمرش بشکنه. ولی در این تاریخ ما خشونت داشتیم. یعنی همینجا باید بگم اگر گاه و بیگاه و به حق گفته میشه که دوره پهلوی ایران هزار بار وضعش بهتر از دوره خمینی بود، معنیش این نیست که ما تمام کارکردهای سلطنت رو از دوردست تاریخ ایران تا عصر پهلوی تاکید بکنیم. هرگز. ببینید داریوش یکی از شاهان، یک شاه شاهان خیلی مورد افتخار ایران دوستانی هست که یک طرف قضیه رو میبینن و به طور تاریخی مورد احترام نیست، به طور عاطفی و بر پایه منافع. ایشون در سعی نوشتهش صریحا می‌نویسه آن کس که مرا همراهی کرد او را نیک نواختم و آن کس که زیان رسانی سخت کیفر دادم. به کتیبه 22. این پادشاه بزرگ هخامنشی بود و یکی از درخشانترین چهرهایی که بعد از کوروش خیلی معروفه تو ایران. خیلی از ایرانی ها اسم بچهشون رو میزنن داریوش و صاحب یک امپراتوری بزرگی بود که حدود 10-12 میلیون کیلومتر وسعت داشت، دستگاه اداری عریستویلی داشت که کاتبان ایلامی که زبان ایلامی آرامی رو خوب میدونستن در دستگاه اون کار میکردن. و باید توجه بکنیم که اساسا وقتی اسناد رو ما میخونیم، وقتی به نقد مثلا اسلام میپردازیم، معنیش این نیست که ما نمیبینیم اشکالات استبداد سلطنتی رو. و اگر امروز خمینی و دوره پهلوی رو مقایسه میکنیم، اینطور نیست که نباید اون رو نقد کرد و از اون از محمد رضا شاه یک امام ساخت. ببینید اسناد میگن که شاهنشاهان هخامنشی با همه طول و عرض امپراتوریشون که ایران یک غول بود و طبعا در این امپراتوری غولاسا مردم ایران هم امکاناتی داشتن، اسمشون بود شاهنشاه بندک، یعنی به منزله بنده است. و این قضیه ادامه داشت. حتی این اواخر من شاهد بودم برخی افراد که نامه می نوشتن سالهای 50-51 شکایتی خلاصه داشتن، می نوشتن بندگان اعلیحضرت همایونی، یعنی همون بندک از دوره داریوش اومده بود به دوره پهلوی و اگر محمد رضا شاه به چنین چیزی احتیاج نداشت، ولی فرهنگش مونده بود و نشون میداد در عصر داریوش هر تبعه امپراتوری بنده شخص شاهنشاه است. و تو این کادر که این حکومت طبعا با فقط دموکراسی نمیتونست سرزمینش رو راه ببره. ما وقتی که کتیبه و نقش برجسته داریوش رو در بیستون که یکی از بهترین شواهد میبینیم و میخونیم، تلقی حاکم از محکوم رو میبینیم. در این نقش بیستون محکومان که به گزارش داریوش شاهان دروغزن هستند و شورشی با دستانی بسته و تنهای نیمه برهنه به سمت داریوش راهنمایی میشوند. داریوش در مقام قاضی و داور نهایی شورشیان را به مرگهای فجیع وعده میدهد. چشم درآوردن، گوش و بینی و زبان بریدن، تیر به مقعد محکومان فرو کردن، به دار آویختن، اینها نمونه هایی است از پایان و فرجام شورشیان با قضاوت شاهنشاه. این یکی از اسنادیه که ما داریم. تاریخ اشاره میکنه که مخالفان شاه بزرگ هخامنشی در سالهای 522 تا 520 پیش از میلاد اعتراضاتشون رو علنی کردن، یک مواجهه خونینی خلاصه در گرفت و در محلی که اعتراض کرده بودن همه اونها و امر شاه کشته شدند. یعنی قبل از اینکه اصلا انتقال پیدا کنن به پایتخت، محکمه‌ای تشکیل شد و اینها رو با خلاصه شکنجه کشتن. این یک نمونه است که در طول تاریخ و باز در کتیبه 20 میخونیم. داریوش شاه گوید مردی به نام مرتی آی پسر چیچخری از اهالی شهر کوگان در ایالت پارس در خوزستان شورش کرد و خود را ایمینی شاه خوزستان خواند. در آن زمان من نزدیک خوزستان بودم و مردم خوزستان با ترس از من مرتی را گرفتند و کشتند. کتیبه 20 ستون دوم بند 3 و 4. ببینید اینها جدا از
نگاهی است که الان آخوندها یک سری از به اصطلاح مورخانشون تمام تاریخ گذشته ما رو، تاریخ حکومت‌های ما رو از کوروش تا زمان ساسانیان با دروغ و بسیاری از مزخرفات و تحلیل‌های دروغی که دادن سعی می‌کنند که چنان بد جلوه بدن که همه رو متنفر بکنن، که این چنین نیست. ولی در این تاریخ خشونت وجود داشته، شکنجه وجود داشته، اینا رو ما پنهان نمی‌کنیم، در عین اینکه نقاط مثبت رو می‌بینیم. و به دلیلی که ما در قرن 21 هستیم، ما در عصر بردهداری نیستیم. در دوره اشکانیان در برنامه قبل من از خلاصه چشم گوش‌های شاه و وزارت اطلاعات و جاسوسان خلاصه دولت‌های مختلف قبل از اسلام و بعد از اسلام اشارت کردم. اینجا ما به طور خاص رفتیم سر شکنجه در دوره اشکانیان، همونطوری که قبلا من گفتم، به دلیل اینکه متمرکز نبود و شاهانش به اصطلاح اون اشکا منعطف بودن، زیاد نیازی به دستگاه جاسوسی نداشتن، همینطور نیازی به دستگاه شکنجه آنچنان که مثلا در دوره داریوش بود یا بعد خواهم گفت در دوره ساسانیان ما شاهد نیستیم. ولی ببینید، ما میرسیم به دوره ساسانی. دوره ساسانی چون سر و کله مذهب و پیدا میشه و آیت الله العظما، آیت الله های عظما سر و کله شون پیدا میشه، با اینکه یکی از بزرگترین دوران های تاریخ اینا رو تشکیل میده، ما شاهد بدترین نمونه های سرکوب و شکنجه در این دوره ایم که دست آخوندهای وقت، یعنی مغان گردن کلفت، در کار بود. مغ یا آخوند فرقی نمی کنه، کار کرده یکیه. و شباهت عجیبی این، نه مغانی که به اصطلاح مردمی بودند و یا نگاه دارنده مثلا آیین زرتشت در گوشه و کنار، کسانی که در دربار کار میکردن، اینها در سرکوب هیچ چیز کم نذاشتن، در شکنجه. در دوره ساسانیان ایران دوباره یک پارچه شد، کاملا یک دیکتاتوری متمرکز، تمام ایالات زیر کنترل کامل در اومد و این کتیبه کرتیر این چنین میگه که و کیش اهریمن و دیوان از شهر رخت بربست و گریزان شد و یهود و شمن و برهمن و نصارا و مسیحیان و مختصره و زندیق در شهر زده شدند و بوتا شکسته شدند و لانه دیوان ویران و نشستگاه ایزدان شد. یعنی سرکوب تمام اقلیت‌های دینی و مذهبی از یهودی و بودایی و هندی و مسیحی و مختصره، این کسانی که به اصطلاح فکر کنم ایزدیانن، و زندیقان یک شاخه‌ای که ایدئولوژی اینها رو قبول نداشتند، اینها رو خلاصه کشتند و زدند. و این جناب کرتیر یکی از گردن کلفت هایی است که واقعا با زندگیشو خوند و کارکرداشو دید. قبلا هم اشاره کردم در دوره هفت پادشاه ساسانی این آدم سکاندار بود، در دوره اردشیر بابکان، شاپور یکم، هرمز یکم، بهرام یکم، بهرام دوم و بهرام سوم. ولی در دوره دو پادشاه اول، اردشیر بابکان و شاپور یکم، سه پادشاه اول و هرمز یکم، آنچنان قدرتی نداشت، برای اینکه اینا یه مقداری با مسامه برخورد میکردن، علارغم اینکه اردشیر بابکان یک به صلاح مغزاده بود و حکومتی کاملا مذهبی. ولی چون نوبت به بهرام یکم رسید، این جناب کرتیر در رأس قرار گرفت و سرکوب رو شروع کرد. و وقتی که ما زندگیشو میخونیم و شکنجه هایی رو که زیر لوای این موقع بزرگ با آیت الله، دقیقا ببینید این همین وضعیت در دوره خمینی تکرار شد. یعنی در دوره شاه ما داشتیم شکنجه‌ها، ما حالا صحبت خواهم کرد، ولی قابل مقایسه با دوره خمینی نیست. برای اینکه شاه از پروردگار شکنجه‌گر خودش دستور نمی گرفت یا پیامبر خودش، اون به خاطر منافع خلاصه دولت خودش که قدرت رو در دست داشته باشه، مخالفین رو سرکوب میکرد، اگر لازم بود میکشت، تیربارون میکرد. ولی خمینی ببینید، شاه بچه 11 ساله نکشت، از یه خانواده معمولا دوتا رو نمیکشت، به خانواده کسانی که محکوم شده بودن کاری نداشت، به مادرشون، خواهرشون اگه دانشگاه بودن
دستشون ادامه میدادن. اینها به لطف پروردگار و پیامبر و احادیث دینی داس رو برداشتن در شکنجه با آیات قرآن با احادیث امام محمد باقر و جعفر صادق پوست عمل کردن که من در جای خودش صحبت خواهم کرد. ببینید در دوره کرتیر و بهرام اول دین و دولت در ایران کاملا در هم آمیخت و این به اصطلاح اولین بنیانگذار که متولی آتشکده ناهی در استخر بود، پس از دو سه خلاصه شاه که اومد و رفت، قدرت رو کاملا در دست گرفتن، یعنی دین و دولت. کرتیر در آغاز هم طور گفتم قدرتی نداشت، ولی در زمان بهرام اول این قدرت بسیار بسیار بالایی داشت. با توجه داشته باشیم که همین روحیه تسامحی که برخی پادشاهان ساسانی داشتن تا وقتی که زیر لوای آخوندهای بزرگ نبودن، مثلا هرمز یکم نسبت به مانی با تسامح برخورد میکرد و حتی اون رو پناه داد در کاخ خودش که مخالفان دستشون بون نرسه. و ولی وقتی که کرتیر قدرت رو گرفت، او دشمن سرسخت این به اصطلاح نوآور بود و سرانجام هم سبب شد که اون رو بگیرن زندان کنن و به اون وضع فجی بکشنش. شکنجگاه های کرتیر و دولت وقت او پر از مانویانی بود که دسته دسته دستگیر می شدن، شکنجه می شدن، پوست کنده می شدن، دستباش رو می بریدن و می کشتنشون. این در دوره بهرام اول ادامه داشت و تا پایان دوره بهرام سوم نیست او این بساط رو، یعنی دین، پروردگار این دین، پروردگار کرتیر و نه پروردگار مردم، خلاصه شکنجه میکرد و میکشت و میدرید. ولی وقتی بهرام سوم مرد و نرسی خلاصه بر تخت نشست، دوباره سیاست رو عوض کرد و در همین دوران بود که کرتیر درگذشت. وقتی کارنامه این رو میخونیم در شکنجگاه های این تمام آیین های دیگه و پیروانشون مورد شکنجه قرار می گرفتن و در همین دوران در دوره بهرام دوم او قاضی القضات اصلی سراسر امپراتوری ساسانی شد. او حوزه علمیه رو در سراسر امپراتوری ساسانی، حوزه علمیه مغان رو خلاصه ساخت. میگن که چنان نفوذی بر شاهان داشت که شاهان حتی مراسم سپاس خودشون رو بارها به اون ابراز کردن، در حالی که همه مردم شاه رو سپاسگزاری میکردن. ولی کرتیر به مقامی رسید که شاهان او رو سپاسگزاری میکردن و مقام اون رو بردن تا موبد و داور همه کشورها. در سرنوشت‌هایی که از کرتیر باقی مونده ادعا میکنه که به سفر خلاصه جهان مینوی یا معراج رفته. ای بسا که این ماجرای معراجی رو هم که بعدها ما شاهد بودیم از معراج جناب کرتیر گرفته باشن. و وقتی که ما میخونیم میبینیم که او سوار خلاصه بر اسب میره به معراج، بسیاری از ایزدان رو میبینه و دونه دونه اینا رو خلاصه توضیح داده که چه کسی رو دیدم، زنی زیبا رو دیدم، شهریار ترازو به دستی رو دیدم، رشن ایزد رو دیدم که سنجشگر کارهای مردم پس از مرگ، بهرام یا سروش رو دیدم که افراد رو برای گذر از پل سرات راهنمایی میکنه. دقت بکنید اگر سفر کرتیر رو بخونید ما بعد این کپی اینو در اسلام میبینیم. و خلاصه بعد از این میره دوزخ رو میبینه، بهشت رو میبینه، شکنجه های دوزخ رو میبینه که باز اینجا اگر ما تطبیق رو به کار بگیریم خواهیم دید که بسیاری از این شکنجه هایی که واقعا مو به تن راست میکنه و تو جهنمی که کرتیر دیده همون جهنمی است که بعدها در قرآن ما شاهد بخشی از چیزهای کرتیر است. این خلاصه لازمه که ما این رو بشناسیم، این شخصیتی رو که با عروج اون بر قدرت شکنجه در دوره ساسانی به اوج رسید و هزاران هزار نفر رو کشتن. چهار سعی نوشته از این جناب در استان فارس هست که به تعریف و تمجید از خلاصه کرتیر پرداخته شده
که نشون میده در سمت راست اردشیر بابکان از سنگ تراشیدن، تاج بر سرشه و خلاصه نور الهی از سر و کله اون داره توتق میکشه. این وضعیت یکی از خلاصه برجسته ترین نقاط در دوره خلاصه ساسانیان در مورد شکنجه هست. برخی از این ایران شناسانی که تحقیق کردن میگن که واقعا مثل کریستینسنسن و برخی دیگه میگن که شکنجه های وحشتناک و غیر انسانی در دوره ساسانیان وجود داشت، اونها رو به عذابهای شدیدی شبیه به عذابهایی که در دوزخ هست وعده میدادن و به خصوص در ارتباط با گناهانی علیه پروردگار، یعنی محاربه با خدا، ترجمهش دقیقا میشه محاربه با خدا و سرپیچی از امر روحانیون ولی فقیه، توهین به شاه، سرپیچی از فرمان شاهنشاه و گناهان جنسی. یعنی باز هم کاملا منطبق است بر وضعیتی که ما در دوره آخوندها میبینیم. ببینید چیزهایی که انجام میشد: بریدن برخی از اعضای بدن مثل بینی، گوش، زبان و چشم، حبس کردن و در زندان نگه داشتن تا اینها بمیرن، کوچهای اجباری و خلاصه امثال اینها فراوان اتفاق افتاده که ما گوشه هایش رو فقط میبینیم، زیرا تا الان هیچ نوشته ای ما از به اصطلاح اپوزیسیون و شورشیان به دستمون نرسیده. هرچی سند و سنگ نوشته است مال شاهانه که توضیح دادن چه کار کردن. بنابراین بخشی از واقعیت رو ما در دست داریم. مثلا ما یک سطر نوشته نداریم که از گیوماتا مثلا اون موقع شورشی دوره اخامنشیان نوشته باشه که چه کرد یا چه بلایی به سرش اومد. یا مزدک، چیزهایی که ما داریم بیشتر از نویسندگانی است که شاهد قضیه بودن، ولی خود مزدک یا مزدکیان اسنادشون از بین میره، جنبش‌های اعتراضی سندشون از بین میره و در دوره ساسانی که 400 خورده سال حکومت کردن، ما با اسنادی که توسط محکومی نوشته باشه هرگز روبرو نیستیم. به همین دلیل اینها بخشی از واقعیت. شکنجه های اون دوره شکنجه های هولناکی بود. نوشتن که در دوره خلاصه حاکمیت مغان و شاهانی که دین و دولت رو در هم ترکیب کرده بودن، آلات و ادوات شکنجه رو در برابر چشم متهم می‌گستردند، زندانیان رو از انگشت و یا از پا به طور سرنگون آویزون میکردن، با تازیانه میزدن، بر زخمهاشون سرکه و نمک میریختن، اندامهاشون رو قطع میکردن، پوست چهرهشون رو میکندن، سرب گداخته میریختن توی گوش و چشمشون، پوستشون رو پر از کاه میکردن همونطور که با مانی و مزده کردن، سنگسار میکردن، زنده زنده لای دیوار میگذاشتن، زیر پای فیل میانداختن و جوالدوز در چشم و بدن فرو میکردن، با شانه آهنین گوشت تنش رو میکندن. ببینید این تاریخ، باز تاکید میکنم که تاریخ رو باید واقعی دید. ما باید بدونیم از چه زاویه‌ای دفاع میکنیم از تاریخ باستانی خودمون، از مجموعه فرهنگ و زحماتی که این ملت در طول 3000 سال کشیده ما دفاع میکنیم. از شکنجه دفاع نمی کنیم. اینها باید، این چرک‌ها باید شسته بشه از پیکر تاریخ ایران و قابل دفاع نیست، حتی اگر بزرگترین پادشاهانی که دالا مورد احترام بودن. ما هرگز کشتار نادرشاه رو در دهلی و جنایاتی رو که انجام داد تایید نباید بکنیم، اگرچه نادرشاه که یک سردار با صلاحیت جنگی بود تونست مرزهای ایران رو تا حدی گسترش بده که برسه به مرزهای سنتیش. اون رو میتونیم ببینیم. یا مثلا مسئله بیرون کشیدن ایران رو از دست هجوم اشرف و محمود افغان. ولی کاری که در دهلی کرد قابل تایید نیست و همینطور بقیه کسانی که کارهای مثبتی کردن ولی بسیاری جنایت رو هم کردن، با شانه آهنین گوش رو از تن محکوم کندن، به هیچ وجه قابل تایید نیست که چه پادشاه بکنه چه روحانیون زرتشتی.
در هر حال نمونه ها فراوان. کریستنسنسن به نقل از سوزومن میگه که در سال 362 میلادی تعداد 12,000 تن از ایرانیان مسیحی قتل عام شدند. مجازات نمرگ شامل برخی از سران میشد که بابک خرمدین رو قرنها بعد به همین صورت کشتند. جلاد به ترتیب انگشتان دست، انگشتان پا رو قطع میکرد، دست و پای راست رو میبردی، سپس دست رو تا آرنج، پا رو تا زانو، بعد گوش و بینی، و بعد اجساد اعدام شدگان رو مینداختن نزد حیوانات وحشی. این وضعیت برخی شکنجه‌هاس و گوشه‌هایی که در تاریخ ثبت شده، مثل قتل عام مزدکیان، قتل عام مانویان. و همینجا من تأکید میکنم اگر که حکومت دینی ساسانی که آخوندهای خلاصه زرتشتیان رو میچرخونن، آخوندهای دولتی البته، چون ببینید دین موقعی که در دیواره نظام حکومتی به کار گرفته میشه دیگه دین نیست، و اگر که این کار رو نکرده بودن اینها، چه بسا پایان دوره ساسانیان با چنین تلخی همراه نبود. باز هم در این زمینه میشه ساعت ها صحبت کرد، اسناد رو خوند و نمونه ها رو خلاصه گفت. مخصوصا این اردویرافنامه رو که ما میخونیم که بازگشت سفر این مخ هست از دوزخ و بهشت. دیدم روان گناهکارانی را که مدفوع میکردند و مدفوع خود را میخوردند و دوباره تکرار میشد. پرسیدم آنان چه گناهی کردند، گفتند آنان به دین و اهورامزدا و روز رستاخیز و بهشت و دوزخ ایمان نداشتند. هاشم رضی، اردویرافنامه، صفحه 350. دیدم روان زنانی که دشتان یعنی خون هیز خود را می‌خوردند. گفتم چه گناهی کردند؟ گفت آنها با آب و آتش و زمین و گیاه در موقع هیز شدن دست زدند. بساطیست واقعا وقتی آدم می‌خونه قشنگ اینها خواهر تنی آیات شکنجه و سوزاندنی هستند که در قرآن. دیدم روان زنانی را، به خصوص زنها، که با دست و دندان پستانهای خود را می بریدند و سگها شکمشان را پاره می کردند و پاهایشان بر روی فلز مذاب بود. پرسیدم چه گناهی کردند؟ گفت آنان زنانی بودند که در زمان عادت ماهانه غذا می پختند و آشپزی می کردند و نزد شوهر خود می آن. این دستگاه موقعی از آسمان بیاد به زمین، شما تحلیلا می تونید بفهمید چه جهنمی آخوندها و پادشاهانی که تن با خونده داده بودن برپا می خونه. این گوشه ای از حکایت من، بیشتر آزارتون نمیدم و اگر خواستید اردویرافنامه رو میتونید بخونید و ببینید که در گوشه های تاریخ ما چه خبر هست. و وقتی که به ساواک برسیم میبینیم ساواک تلطیف شده این هاست و قابل مقایسه نیست و یک حکایت دیگری است که بعد ازش من صحبت خواهم کرد. ولی واقعا باید بخون. شما نگاه کن، امروز این بازی فوتبال کامبوج و ایران، ببین 40 ساله اینا چه بلایی سر مردم آوردن، چه بلایی سر من و تو آوردن، که امر ساده پیش و پا افتاده، بی اهمیت، هیچی. مردم این همه شادمانی، این همه خوشحالی، آقا در استادیوم وا شد 3 تا جا دادن به زنا، وقت ما 14 تا زدیم، یعنی اصلا آدم حیرت میکنه که چقدر فشار رو این جامعه است که برای هیچ در استادیوم وا کردن، گفتن خب زنان بیان. 40 سال ببین چه بلایی به سر من تو آوردن، چگونه ما رو مسخ کردن، و چرا نمیبینیم اون که در داخله گناه نداره، اون تو فضاست آلوده است، اینی که بیرونه کرد شادمانی میکنه، باید گریه کرد و
بعد عشق ریخ به حال روز مردمی که برای هیچی بابا یه چیزی هست، این ارزشش از هیچی هم کمتره. مثل که مثلا فرض کنی که مردم رفتن تو پارک، نمیدونم خوشحال بشیم که مثلا مردم تو خیابون رد شدن، زن و مرد تو پیاده رو کنار هم رد شده، این همونه، هیچ تفاوتی بین اون و اون نیست که. تو خیابون دعوا نمیشه، فحش خانواده نمیدن، تو خونه ها فحش خانواده میدن، تو خیابون که دیگه امر عادیه. ما خوشحال بشیم که ببین آدم ها میتونن تو پیاده رو راه برن، این در همین حده. نمیدونم این همه ایمیل و این همه فریاد شادی برای یه جامعه مسخ شده، این همین شکنجه هست، این معنای شکنجه هست. معنای شکنجه چیز دیگه ای نیستش که. به حال آقای یغمایی نازنین، یه سوال هست و بایستی که این رو به راستی روشن پاسخ داد، اون که در اسلام در پایه ها در معقوله مجازات و امنیت و شکنجه این چجوری برخورد میکرده؟ آیا این آخوندا که این تقتیل و تعذیر رو انجام میدن، اینا فرمان خدا رو دارن انجام میدن؟ ببینیم شما چی فکر میکنی واقعا. چون اگه این باشه، خب فرض کنید که در جای دیگه نباید وجود داشته باشه، ولی ببینید در همه جا این داستان وجود داره. چیه ماجرا؟ میشنویم نظر شما رو. آقای بهبهانی و همینان گرامی، ما در زیر آفتاب واقعیت تاریخ باید تاریخمون رو نگاه بکنید. فرض کنید در آینده اگر ایران بخواد شهریاری داشته باشه، این شهریار باید تاریخ گذشته شاهنشاهی رو به نقد بکشه، هیچ چیز نباید پنهان بشه. ما فقط جشنای 2500 ساله رو که داریم، اگر این شعور و آگاهی وجود داشت که از سالها قبل دست و بال منتقدان رو باز گذاشته بودن که همراه با شکوه امپراتوری هخامنشی اشتباهات و اون تکای خونینش رو هم بگسترانند، آخوندها نمیتونستن بیان. بنابراین پنهان نباید کرد دوره باستانی ایران رو. و نیز کسی که مذهبی است و مسلمان هست، به هیچ وجه جنایاتی رو که اسلام در حق مردم ایران و سایر ملل انجام داد نباید پنهان کنه. ما نه کشتار مزدکیان رو توسط قباد ساسانی و پوسکندن مانی رو باید پنهان بکنیم به خاطر این مقام افتخارات دوره باستانی رو حفظ کنیم، نه کشتار یهود بنی قریظه و گردن زدن 700 نفر زن و بچه رو افتخارش میکنیم، اینها رو نباید پنهان کنیم. ببینید اسلام به روشنی با صحبت کرد. ببینید ما با یه مکتبی روبروی هستیم که در به اصطلاح اون ماجرای اصحاب اخدود که ایشون در قرآن تاکید میکنه، شکنجه رو میگه نارواست و حرام است شکنجه مؤمنان و کشته با صاحبان آن خندق شاه کافر و ستمگر و یارانش که مؤمنان مخالف خود را در خندقی از آتش میافکند. ولی این جناب موقعی که خودش با حاکمیت میرسه، ما شاهدیم که کارهایی میکنه که اصحاب اخدود اون پادشاهی که این کار کرده بود انگوش کوچکه اینا نمیشه. ببینید ما با یک تعارف بذاریم کنار، مانیفست این دین در برابر ماست. دوستان مسلمان گوشاشون رو باید باز بکنن، انقلابیون و مسلمان، کسایی که میخوان با این کتاب و این مکتب. ببینید ما با مسلمون ها مشکلی نداریم، با مادر بزرگ خودمون، ولی ما پس از 40 سال حکومت آخوندی و این همه جنایت و برباد دادن ایران، دیگه کافی است خاک توی چشم مردم پاشیدن که جامعه بی طبقه توحیدی با آیینی که پروردگارش یک شکنجهگر تمام عیاره،
دستگاه شکنجه این پروردگار گوی سبقت رو از اون جهنم هولناکی که در اردویرافنامه اون مق رفت و دید می رو باید اسناد وجود داره و ما در سوره های مثلا چیزایی که من تو یادمه 133 آل عمران رو میتونیم بخونیم، 149 توبه، 64 احزاب، 16 زمر، حدید، 21 21 النبع و ببینیم که چی میگه. ببینید در سوره توبه آیه 9 این پروردگار آدم کشه، میگه که ای کسانی که ایمان آوردی کافرانی را که نزد شما هستند را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیاورد. با تکیه به این خداست که میشه دست و پا برید، دختر 11 ساله رو تیربارون کرد کشت. با این آیه نمیشه جامعه ایران رو اصلاح کرد. هنگام آن رسیده که ما بفهمیم و از این جهل و خلاصه کلاهی که بر سرمون رفته بیایم بیرون. سوره محمد آیه 47، فایزا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسقنتموهم، میگه که چون با کافران روبرو شدید بزنید گردنشان را. همین کاری که داعش میکنه، همین کاری که خمینی میکنه، همون کاری که در کشورهای برخی کشورهای عربی، و چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و سخت ببندید، آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. واقعا شرم‌آوره، شرم‌آور پرستش چنین خدایی. تا کی ما میخوایم بفهمیم؟ عمرمون رو به باد دادن. سوره انفال آیه 8، سوره انفال آیه، سوره 8م آیه 39 میگه که و قاتلوهم، بکشید آنها را تا دیگر فتنه ای نباشد. مبارزه نیست، کشتنه. و دین همه دین خدا گردد، پس اگر باز ایستادن خدا کردارشان رو میبیند. بعد دیشب من یک فیلمی گوش میکردم از قرائتی در مورد قلمان که سوال کرده بودن این آخوند دیگه بر اساس احادیث امام محمد باقر امام جعفر صادق، میگه آقا جون قلمان بچه های کفارن به دلیل اینکه گناهی نکردن بچه بودن مردن، اینا رو نمیشه برد جهنم. در این حال چون کافر به دنیا اومدن نمیشه برد بهش. اینا رو پروردگار این بچه ها رو میبره تو بهش، پشکلشون میکنه، لباس میپوشونه، میده دست آقایون بهشتی که اینا رو باشون لوات میکنن به زبان ساده. این نگاه، شما نگاه بکنید، ما کی میخواییم بفهمیم؟ این که میگم که ما کلاه سرمون رفته و ما هویتمون از دست دادیم و 14 قرن مسموم شدیم و حاضر نیستیم بخونیم و بفهمیم و یا یک بار از خودمون سوال نکردیم که در یه جامعه دموکراتیک کافر یعنی چی؟ آقا جون قبول نداره، پوشونده، نمیخواد بپذیره الله رو و دینشو، چرا باید بکشنش؟ یا سوره احزاب، اینها لعنت شدگانن هر جای یافته شدن. ببینید من نمیخوام زیاد توضیح بدم، فقط میخوام تأکید بکنم قاتل اصلی خود پروردگاره، شکنجهگر اصلی خود پروردگاره. صریحا تو هر دادگاهی من حاضرم این کتاب بردارم ببرم بگم آقا جون، میگه که سوره مائده، به اصطلاح سوره مائده سوره ای که به اصطلاح هدیه است دیگه، مائده بهشتی، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا، عربی من زیاد خوب نیست به دلیل نخوندن ولی معنیشو براتون میخونم، سزای کسانی که با دوستداران خدا و پیامبر او میجنگن و در زمین به فساد میکوشن جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود، پای راست دست چپ، دست راست پای چپ، یا از آن سرزمین تبعید گردن. این رسوایی آنان در دنیا و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. این پروردگاری است که ما میپرستیم، افتح بار جلوش سجده میکنیم، یک شکنجهگر، یک جلاد تمام عیار. سوره نساء، آنان را که با آیات ما کافر شدند به آتش خواهیم افکند و هرگاه پوست تنشان بپزد پوستی دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. خدا پیروزمند حکیم است. روح واقعا ساواکی ها شاد پلوی خدا. کجا این در ساواک پوست آدم رو میکندن و تو آتش مینداختن؟ ما رفته بودیم مبارزه بکنیم با سیستم سلطنتی، اینجا یه انتقاد از خود، بدون اینکه جنایات خلاصه ساواک رو من بخوام بپوشونم. ما با زیر لوای خدایی داشتیم با شاه میجنگیدیم که میگه پوست تنتون رو من تو جهنم میسوزونم، پوست دیگه میرویانم. سوره کهف همینطور. خلاصه ما با یک
چنین وضعیت رو بریم. حالا شما برید تو آنالیز شکنجگاه خود الله، شکنجگاه خمینی با همه جنایاتی که کردند اون کشتارها به پای شکنجگاه های شخص الله، خلاصه با همه عظمت و جبروتش نمیرسه. برای جهنم بسیاری از جن و انس را بیافریدیم، ایشان را دلهایی است که اینا ببینید بازوهای ساواک چیز هستن الله، دلهایی دارن که نمیفهمن، چشمایی دارن که نمیبینن، گوشایی است که نمیشنون، و اینها هستند که در جهنم شکنجه میکنند. یا جهنم در انتظار باشد طاغیان را، کسانی که طغیان کردند. خب میتونه زیر پوش طاغی هر شورشی، هر انقلابی، هر مبارزی هم قرار بدیم. زمانی دراز در آنجا درنگ کنند، نه خونکی چشند نه آب جز آب جوشان و خون و چرک. این کیفری است برای کردار، زیرا آنان به روز حساب امید نداشتند. گفتم که اون سلطنتش بود، اینجا ما چیزی که الان درگیرشیم اینی که خوندم سوره نبأ آیات 21 تا 25، سوره بقره همینطور، سوره آل عمران همینطور. و بعد شما برید تو قوانین اسلامی، سوره مائده 5 و سارق و سارق فقط و عیدی ما، مرد و زن دزد و دستشون رو ببرید و نجس دونستن انسان که در سوره توبه آیه 28 که میگه که حق ندارن وارد مکانهای مقدس بشن. بعد کسانی که ایمان ندارن به آخرت، یعنی میگن آقا اسلام آزاداندیش است، دور جهالت گذشت و عصر خریت، نور دانش پس از 40 سال حکومت آخونده تابیده، بکشید آنان را که ایمان نیارن به خدا و روز آخر. این سوره توبه آیه 29. آقا جون آدم غیر ایمان آورنده رو، لایسیته رو، سکولاریزم جایی نداره، بدوی دنبالش آقا اسلام نمیدونم سکولار است. من معتقدم باید بیان کرد، اگر هیچ کس هم نپذیره در دژی از تنهایی باید حقیقت رو گفت. و با اینجا هم بدرود کرد و گفت خداحافظ شما، ولی ما اگر جور و جفا بودیم و رفتیم، به قول بابا طاهر اگر ما بی وفا بودیم و رفتیم، لکه ابری بودیم در سمت دجله، به سر گشتیم و بالیدیم و باریدیم و رفتیم. این آیه است دیگه. خب ایمان نداره به خدا، خب نمیخواد ایمان داشته باشه، ممکنه خدای دیگه رو بپرسته، روز آخرت رو قبول نداره. انسان آزاده، صریحا دستور میده آقا بکشیدشون. خب اینجوریه که خمینی میکشه، اینجوریه که ما گیری حکومتی افتادیم که یه مش جلاد، یه مش آخوند جنایتکاری که خود ما بهشون قدرت دادیم، خود ما قدرت به اینا دادیم که حکم و فتوا بدن و خود ما رو بکشن. سراسر قرآن پره، سوره نساء آیه 89، سوره انفال آیه 12، سوره توبه آیه 5، سراسر قرآن. بعد شما برید تو جهنم شناسی قرآن و نیز سنت پیامبر گرامی اسلام که وقتی که شروع کرد در مدینه به کار کردن، خب اینا هست دیگه، رحمتون للعالمین، ما میشناسیم، قراره که همه جهانیان زیر بار رحمتش باشه. ولی تاریخ ثبت شده ای که ما میخونیم، ببینیم که مثلا زدن کاروان ها، فرستادن جاسوس ها، کشتار مخالفان اینها، یا ترور در صدر اسلام، ما ده ها نمونه ترور داریم که دستور میدن که مخالفان رو بزنید. این فقط ماجرای 11 سپتامبر نیست که در سال 2001 هزاران نفر آدم رو بیگناه بکشن، بلکه ریشه ها شما در همون صدر میبینید، از دوره ای که در مدینه شروع به قدرت گرفتن کردن تا بعد که ایران فتح شد و در دوره امویان و عباسیان و الان در دوره حکومت علویان خمینی تبار، ماجرای کشتن کعب پسر اشرف رو ثبت کردن، شاعر بود، سخنور بود، علیه پیغمبر شعر گفته بود. خب میگن که بکشیدش، ترورش کنید، و محمد پسر اسلمه میره و میکشه اون رو و بعد پیامبر ازش تشکر میکنه. و همه این هم به وضع بسیار فجیع و ناجوان مردانه. و اینطوریه که ما میبینیم بعد از 13-14 قرن خمینی رسما در سخنرانیش، ببینید
سخنانش یادتونه دیگه، موقعی که میخواستن مطبوعات ببندن. اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و پاسداران انقلابی. نوشته بود که اگر ما دار در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمیاد. خمینی گیر مردم بود یه مقداری و سنت و فرهنگی که از رژیم قبل به جا مونده بود و مردم بعد از مشروطیت زندگی کرده بودند. ولی او اومده بود برای کشتار، اومده بود برای اجرای احکام قرآن، احکام محمد. ببین اینا آیت الله واقعی هست. آیت الله واقعی خمینی است. آیت نشانه الله خامنه است. نشانه الله موسوی اردبیلی و خلخالی هستن. شک نکنید. ما دل خودمون خوش کردیم که آقا یه چیزی دیگه از اینا بدن. اینجوری نیست. یه کمی چشمونو واز کنیم، بریم تو متون اصلی، بریم تو کار کرد، بعد ببینیم که چه خبر بوده و بعد بریم تو شناخت این پدیده هایی که به ما معرفی کردن برای شناخت تاریخ اسلام و نیز رفتن این خلاصه توی جهنم شناسی که وقتی که کاربردهاش آدم میخونه میگه از چه ذهنیتی این مقوله بیرون اومده. خود جهنم موجودی زنده صحبت میکنه. واقعا هم ذهنیت کسی که اینها رو ایجاد کرده جدا ستایش انگیزه، زیرا قدرت تخیلش و قدرت این که چنین چیزی رو خلق بکنه به مرمان پایه تئوریک بده به دست پیروان خودش بسیار بسیار جالبه. این مقوله جهنم شناسی رو من توی فرصتی در موردش صحبت خواهم کرد. من یک ماهی کار میکردم، آبهای جهنم، آتش جهنم، آتشگیره جهنم، اقاطه جهنم، جهنم درک داره، آرزو در جهنم، آشامیدنه های جهنم، اشتهای جهنم، امتهایی که در جهنم هن، اهل کتاب و جهنم. ببینید تو این دستگاه جهنم شناسی ما خواهیم دید هیچ کسی رو خلاصه اینا راحت نذاشتن. بادهای جهنم، بزرگی جهنم، پر شدن جهنم، پر کردن جهنم، تکلم جهنم، جهنم صحبت میکنه، جهنم تهدید میکنه، اتمام حجت جهنم بر جهنمیان، استغاثه جهنمیان. بریم ببینیم تمام با آیات مستند شده. این زیربنای تفکری است که از توش جز شکنجه و کشتار، جز بیوفایی به مردم. و اینجاست که آخونده صریحا میگن ایرانو اشغال کرده اسلام، شما غلط کردید، آزادی میخواهید. با اون قیافای منحوس و ریشای نیمتریشون میگن ما هستیم. بعد رحمانیت خدا در جهنم وجود داره. این پروردگار بعد از اینکه واقعا من وقتی که یادداشت کردم حدود 120 مورد خلاصه چیز داره، شاخص های جهنم، ملائکه جهنم، منظره جهنم، نام های جهنم، نگهبانان جهنم، هیزم جهنم، چگونه سوزاندن جهنم. اینها زیربنای فکری حکومت و آخوندهایی است که بر ما حکومت میکنه و نیز زیربنای فکری مکتبی است که ما به اون اعتقاد داشتیم قرنها. اینجاست که من میگم ببینید دوستان، ما انسان های جعلی هستیم. اگر جعلی نبودیم که میشوریدیم علی این تفکر. ولی ما در حالی که با رژیم مخالفیم، دستگاه فلسفی و حقوقی رژیم در درون ما داره کار میکنه. ما میترسیم، نماز میخونیم، این پروردگار میپرستیم. من ماتریالیست شخصا نیستم، معتقدم که خدا زیباترین مفهومی است که میتونه آدم بهش فکر بکنه. آفریدگار، پروردگار، کسی که این جهان رو، بعضی وقت آدم بی اختیار میخواد سر تعظیم فرود بیاره در مقابل عظمت و بیمرزی این جهان و قوانین شگفتش. بعد میبینیم که یک جلاد آتشفشانی رو ما میپرستیم که اصلا شایسته این جهان نیست و جرأت نداریم. اینجاست که به قول شاعر گرامی استاد نعمت آذر یک رباعی داره که منو یادم نیست، میگه این جای خدا رو گرفته. این خدا نیست که، خدای راستین در طول قرنها خب وجود داشته در اذهان برخی از مردم یا برخی، من جمله در گاتها و هورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. فاصلش تا این پروردگاری که
خودش شکنجهگر، خودش قاتل، خودش کلاهبردار، خودش حیله میکنه، خودش میگه که من بیماری خلاصه قلبهای کسانی رو که منو قبول ندارم خلاصه زیاد میکنم، یعنی عوضی که اصلاحشون بکنه کینکش و وحشتناک. حالا برید تو فقه شما مثلا بخش تعذیر که در حقیقت یه منتی هم سر بندگانش میذاره که زیرا تعذیر که یکی از کیفرهای شرعی است و در مقابل حد قرار داره، در لغت به معنی یاری کردن و احترام و تأدیب است. یعنی یک منتی هم سرتون میذارن، موقعی بهتون شلاق میزنن میگن شما تشکرم باید بکنی، چون ما یاری میکنیم احترام میذاریم که کار بد نکنی، از این به بعد بنابراین 70 ضربه شلاق باید بخوری. خودشون میگن که تعذیر به مفهوم یاری کردن همراه با احترام میباشد. قرآن میفرماید و تعذروه و عذر تموه، و نیز تعذیر تنبیه سبکتر از حد است، که این معنا به همان معنای اول یعنی احترام کردن. تازه شکنجه هم که میکنن، اگر که تو ساواک تقاضای تشکر از آدم نمیکرد، مأمور ساواک موقع آدم میزد میرفت دنبال کارش، این 70 ضربه شلاق با آدم میزنه، ما باید بگیم دست شما درد نکنه آقا، ما رو احترامی به ما گذاشتی تو. بعد بری تو قانون مجازات اسلامی ماده 16 قانون مجازات اسلامی در مورد تعذیر و در مورد تقتیل، در مورد حد مرتد، در مورد شلاق زدن که میگن که از زمان حضرت ایوب تازیانه زدن باب شد و این سنت مبارک، اولین بار هم زن خودش رو شلاق زد چون که همسرش حرفش گوش نکرده بود، و حضرت ایوب هم که یکی از پیامبران محترم است گفت اگر خوب شدم تو رو 100 ضربه تازیانه میزنم، و بعد که خوب شد اون رو تازیانه زد، البته سبک. و اگر ما بریم تو قضیه، ببینید در اسلام ما یک تاریخ داریم در مقابلمون ثبت شده کار کردن، یک سری سند داریم از خود قرآن، مانیفست الله و محمد، و نیز انبوهی از خلاصه کتب فقه و حدیث امام محمد باقر و امام جعفر صادق و صدها و صدها آخوند، و یک کارکرد تجربی و عملی است که در طول تاریخ ممکنه توده هایی از مردم خبر نداشته باشن، کسانی که مثل استاد زرینکوب تحقیق کردن یا محققان دیگه مثل کسروی اینا بدانن، ولی الان ما یه تجربه عملی 40 ساله داریم که داریم این شکنجه رو با گوشت و پوست و استخونمون لمس میکنیم. در کدام خانه ایرانی هست که این صابون به تنش نخورده، بچه‌شو نگرفتن، کتک نزدن تو خیابون، مأمور امر به معروف و نهی از منکر کتکش نزده؟ بنابراین ما فقط با چشممون رو باز بکنیم و ببینیم اسناد وجود داره، تاریخ پیش روی ماست، و نیز کارکرد رژیم آخوندها پیش روی ماست، و این مجموعه یک چیز بزرگتری رو در مقابل ما در زیر نور قرار میده، و اینکه این آیین با این آیین به صورت یک مکتب سیاسی هرگز ما و ملت ما به رستگاری نخواهد رسید، و ما باید راه نجات خودمون رو نه در این دین و آیین، بلکه در لایسیته، در سکولاریسم، در شناخت دموکراسی و چیزهای دیگه بجوییم. این اندکی از بسیاری و واقعا ساعتها میشه در این مورد صحبت کرد. بسیارم آری، ممنون. حالا بریم سراغ اصل ماجرا. خیلی از اصل ماجرا در حقیقت دور شدیم، یه سیر سفر طولانی کردی شما، اما بریم سراغ ساواک شاه، بریم چه کرده، و اساسا بریم سر اینکه این اصلا این اداره ساواک چجوری تشکیل میشه، چقدر ازش میدونی، و در حقیقت اهدافش در ابتدا چی بود، برای چی این ساواک درست شد. ببینید بقید راجبش بگید تا بتونیم از اینجا وارد دهلیزاش بشیم. بله حتما. ببینید ساواک شناختش زیاد الان تو خیابونهای شهر در جدال با خرابکارها میگفتن اون دوره مجاهدین فدایی ها،
و تلاش کنیم چهره ساواک رو بشناسیم، چه کسانی ساواک رو اداره میکردن، اساسا باجوها چه شخصیت هایی داشته. دارم میخواد در این زمین ها از زبان شما قدری بشن. بفرمایید، گوش میدیم آقای یعقوبی. ببینید، درباره ساواک اسناد و مدارک زیاده، تقریبا همه چیز الان در روشنایی قرار داره. تحقیقات خیلی خوبی شده، من جمله دوستان خوب من و شما مثل آقای مصداقی، آقای همنشین بار تو این زمینه صحبت کردن، نوشتن، منصفانه هم نوشتن. شماری از کسانی که قبلا در ساواک فعال بودن مثل آقای پرویز معتمد اومدن صحبت کردن از ساواک و تقریبا در روشنایی قرار داره. سازمان اطلاعات و امنیت کشور که مخففش میشد ساواک، یه نهاد امنیتی است که فقط اون اداره سومش رو بیشتر ما میشناسیم، یعنی اداره‌ای که مشغول و مسئول درگیری با شریک فدایی مجاهد بود و اینکه کسی شاه رو ترور نکنه. این در سال 1335 بعد از اینکه ماجرای مصدق تموم شد و تا مصدق بود چنین چیزی وجود نداشت. البته پیشینه ساواک رو میگن یه بیانیه 9 ماده‌ای بوده در زمان مصدق به خاطر امنیت ملی که در حقیقت میتونست نقش همین ساواک رو بازی بکنه، هیچ اشکالی هم نداره. ببینید، مسئله سر شکنجه و سرکوب و اشتباهات سیاسی، وگرنه هر مملکتی در تمام جهان نهاد امنیتی و اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی وجود داره، برای اینکه دولت‌ها در کشاکش با هم دیگر. یعنی این خلاصه خام خیالی است که ما فکر کنیم که یه دولتی میتونه دموکراتیک باشه ولی نهاد امنیتی نداشته باشه در جهانی که ترور هست، آدمکشی هست. برحال این در سال 35 پس از اینکه شاه قدرت گرفت و برای اینکه قدرتش رو تثبیت بکنه و نیز نیازهای دیگه، این بنیانگذاری شد، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور که من جمله برای اینکه کار ضد جاسوسی هم به عهده بگیره و نذاره که اطلاعات ایران خلاصه درز بکنه و نیز اطلاعات از خارج به دست بیاره. و در رأس این همون سنتی که محمد رضا شاه گفتم این قسمتش رو که یک سازمان امنیتی وجود داشته باشه که دفاع بکنه، جاسوسان رو بگیره، نمیدونم امنیت کشور رو حفظ بکنه، در فرانسه هم که من زندگی می‌کنم یا در انگلستان یا در آمریکا هم وجود داره و چیز بدی نیست. اون قسمتی که تیز کرده بودن مقابله با کمونیسم، حفظ نظام سلطنتی و کشور و خلاصه جلوگیری از این که خاندان سلطنتی مورد ترور قرار بگیره، چون شاه خاطره تلخی از این قضیه داشت، 2-3 بار خلاصه مورد هدف قرار گرفته بود که بکشندش. و به هر حال شروع شد در سلطنت آباد تهران، راه اندازی شد و آخرین رئیسش هم که اولین رئیسش ناصر مقدم بود، اشتباه نکنیم، افراد کلیدیش اینا اسنادی است که در دسترس همه است، حسن علوی کیا، علی معتضد و پرویز ثابتی که فرد قدرتمند. این از سال 35 تا 57 در قدرت بود و در به خصوص در دورانی که جنگ سرد میان آمریکا و شوروی شرق و غرب ادامه داشت. این در حقیقت کوچ شما بفرمایید، بکنم یه اشتباه شد، اولین رئیس ساواک که سازمان امنیت و اطلاعات کشور بود در دوره همونطور که گفتی بعد از کودتا و سالهای 35 توسط تیمور بختیار برنامه‌ریزی شد زیر معاونت نخست وزیری و سال 38 رسما آغاز به کار میکنه. بعدها بعد از او پاکروان میشه، تو سالهای 40 پاکروانه و بعد نصیری بعد پاکروان میاد و آخریش هم همین مقدم بود که فرمان بفرمید. ادامه بده. من اولی آخری اشتباه کردم، ممنون از یادآوری و تصحیح شما. ببینید، این ساواک خب
به اصطلاح چارچوبش روشنه. زیر نظر نخست وزیر فعالیت میکنه، طبعا شاه در بالاترین نقطه کنترل میکنه. همینطوری که اشاره کردم، حفظ امنیت ملی، کشف جاسوسان، مقابله با کسانی که سلطنت رو میخوان نقض بکنن، به خصوص ضد مبارزه مسلحانه، وقتی که مبارزه مسلحانه شروع شد و کسانی که به خصوص به میخوان سوغستی بکنن به خاندان سلطنتی، قدرت مأموران ساواک بسیار بسیار بالا بود، اینها جز ضابطان قضایی به شمار میرفتند و عمل میکردند. بعد این کاملتر شد از سالهای 42 به بعد، بخشای تخصصیش تشکیل شد. میگن که حدود 5300 مأمور یا افسر تمام وقت داشت و تعدادی نیز کسانی که خبر می آوردن، که یک آمار عجیب غریبی هم قبلا روزنامه نیوزویک داده بود که واقعی نیست، نوشته 3 میلیون نفر از ایرانیان با ساواک همکاری میکنن، که اگر این 3 میلیون نفر واقعا با ساواک همکاری میکردن و میمادن در موقعی که خمینی داشت میماد، احتمالا میتونستن با یک مسلح بودن دیگه بیستن جلوی خمینی، ولی چنین چیزی نبود که 3 میلیون نفر باید با خانواده هاشون حساب کنیم، یعنی باید حدود نیمی از مردم ایران با زن و بچه خلاصه نانخور ساواک باشه. ساواک رو عامل تمام شکنجه ها، قتل ها و خلاصه کارهایی که در دوره شاه شده بود میدونن و عامل کشتار چریک ها و آماری که مشخص شده 368 تن از چریک مسلح ضد حکومت رو در درگیری ها ماموران ساواک میکشند و 100 زندانی سیاسی رو نیز به قتل میرسونند، مجموعا زیر 500 تا. حالا شما اینو مقایسه بکنید بدون اینکه ما بخوایم بپوشانیم با 7000 تیربارونی که حداقل در مرداد 67 خمینی انجام داد. این کار کرده 35-50 سال حکومت پهلوی رو با 6-7 سال حکومت خمینی در مدت 3 ماه. طبعا ساواک نباید پنهان کرد حتی از زاویه خود اونها که با سرویس های امنیتی سایر کشورها همکاری داشت، همینطوری که بقیه کشورها این کار میکنن، کنترل میکرد ناراضیان خارج کشور رو، کشفشون میکرد تا اگه به ایران بیان دستگیرشون بکنه و اگر لازم بود خلاصه خودش به عنوان دست به عمل میزد، من جمله رئیس اول خودش رو تیمور بختیار رو که پناهنده شده بود به عراق و ضد شاه، اون رو ترور کردن. قبلا اشاره کردن در قضیه سیاهکل، اینها شرکت کردن در حملاتی که به خانه های مجاهدین شد، ساواکی ها شرکت میکردن، پایگاه های چریک های فدای خلق و به خصوص در ضربه سال 55 اینها فعال بودن و خیلی کارهای دیگه. بعد در مورد کارکرد شکنجه وجود داشت، من خودم حالا اگر زمانش رسید خواهم گفت در زمانی که من خودم وارد زندان ها شدم، ولی نه این چیزهایی که افسانهایی که ساختن که یک کامیون مثلا بنزرتون یا نمیدونم یه کامیون ناخون کشیده از خانه ساواک کش کردن یا اون چیزهای عجیب غریبی که در مورد شکنجه میگن و به طور عام میگن، یعنی شکنجه وجود داشت روی بعضی ها، بسیار شدید بود روی رهبران، ولی ساواک شکنجه رو به خاطر خوش آمدن خودش، این که مثل آخوندها که به دستور الله و نمیدونم پیامبر رو اینا انجام میدن، نمیکرد. اطلاعات میخواستن، اگر لازم نبود شکنجه نمی کردن. بعد من خاطرات خودم رو در این زمینه خواهم گفت. هر اتفاقی در ایران افتاد، قبلا اشاره کردیم، مرگ صمد بهرنگی، مرگ جلال آل احمد، مرگ تختی، مرگ بسیاری دیگر رو، اینا همه رو به ساواک منتسب می کنن، در حالی که کار ساواک این چیزها نبود. کار ساواک همون مسئله خلاصه مبارزه با کمونیسم، شکار چریک، مجاهد، فدایی و مسئله جاسوسی و ضد جاسوسی و نیز در مواردی بهایی ستیزی بود که
اسنادی خلاصه رو شد که با انجمن تبلیغات اسلامی ساواک در موارد زیادی همکاری میکرد. بسیاری چیزا رو بستن به ساواک، مثل آتش زدن سینماره آبادان رو که بعد معلوم شد کار خود آخونداست و چیزهای فراوانی. ساختار سازمانی ساواک ساختار بسیار دقیقی بود، 11 تا اداره داشت که هر کدوم مسئولیتی داشتن. ما بیشتر رو محتوای ساواک داریم بحث میکنیم و در رابطه با شکنجه و اینکه چیزهایی که در موردش میگن. همونطوری که شما اشاره کردید، اینها رؤسای برجسته‌ای داشتن که با تیمور بختیار شروع شد، با پاکروان ادامه یافت، نصیری بود و ناصر مقدم، آدم های مثل علوی کیا، فردوس، علی معتضد و پرویز ثابتی قائم مقام های ساواک را دارای قدرت فراوانی بودند و مدیران ارشد ساواک مخصوصا پرویز ثابتی بود که مسابقه هم کرده که مسابقه ارزشمندی در شناخت ساواک. بعد از انقلاب خب اینا تعداد زیادشون دستگیر شدن و همینجا اشاره بکنم که بازسازی وزارت اطلاعات رژیم در آغاز من جمله با کمک برخی از همین اعضای ساواک انجام گرفت. یعنی آخونده از توانمندی های اینا استفاده کردن و بعد اعدامشون کردن. یعنی اینا فکر میکردن که به هر حال اینا نیاز دارن و آخونده هم هوشیارانه این کار رو کردن. بازجوهای فراوانی داشتن که از برجسته ترین هاشون بهمن نادری پور هست، فریدون توانگری، دکتر منوچهری، رضا عطارپور، ناصر نوذری، محمد حسن ناصری، هوشنگ ازغندی و خیلی های دیگه. همکارانی داشتن که برخیشون خارجی بودن، مثلا از زمره همکاران ولادیمیر کوزیکچین هست، دیپلمات روس و کارمند سفارت شوروی در تهران، و یا امیر حسین فتانت که نفوذی ساواک بود در شاخه ای که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان فعال بودند. نکته اصلی در ساواک کمیته مشترک ضد خرابکاری بود که بیشترین فعالیت و بیشترین خشونت هم در این قسمت انجام می گرفت. در مورد شکنجه ها باید ما دقت داشته باشیم، واقع بینانه ببینیم. من همینجا تاکید بکنم که در طول تاریخ ایران گذشته که ما نگاه میکنیم، چه در دوره پس از اسلام و چه در دوره باستانی، ساواک در حقیقت کمترین نمره بد رو در شکنجه میگیره. یعنی شکنجه های ساواک شکنجه هایی بود که به خاطر کشف موضوع و اطلاعات بود و نه اینکه مثل با شانه آهنین گوشت تن افراد بکنن یا توی کبابشون بکنن. این اندکی از به اصطلاح سیمای ساواک است با خطوط درشت، ولی بیشتر شما خودمون راحت میتونیم با مراجعه به کتاب ها و مراجعه به اینترنت خلاصه اطلاعات زیادی به دست بیاریم و کارکردهای ساواک رو در بحثی که ما داریم، من تا به حال در درگیری با فدایی ها مجاهدین گفتم، بعد از این نیست. خب حالا بذار آقای یغمایی بعد از اینکه بریم سراغ اینترنت و کارهای سخت رو به ما محول کنی، خودت دستگیر شدی، زندان رفتی، ساواک سراغت اومده، تجربه خودتو برای ما بیان کن، ما ببینیم تجربه شما چی به ما میگه. کتکایی که خوردی رو بگو. ببینید شما حتما شنیدید که مثلا میگفتن ساواک آدم رو پاش به روغن زیتون میجوشونه و نمیدونم پوست آدم رو میکنن، ناخون رو میکنن، دندون رو بدون چیز از دهن در میارن. اینا بابا گفتین که شما ها گفتید که دوتا کامیون ناخون از زیر من تونلی که از اوین تا کاخ نیاوره میرفته، دوتا کامیون ناخون هم زیر به دست بود. پس کی بود اینا رو تو روزنامه ها مینوش؟ اون آغاز انقلاب، اون جنونی که گرفته بود، من نمیدونم کی اینا رو گفت، ولی اگر گناهی به ما وارد باشه اینه که ما سکوت کرد. همونطوری که در مقابل کشتار ده ها افسر بلند مرتبه ایرانی که اکثرشون گناهی نداشتن جز این که کارکردشون این بود که در حکومت شاه خلاص افسر بودند یا نمیم تیم سال بودند، ما سکوت کردیم و با خوشحالی صبحانه خودمون رو میخوردیم، در حالی که اگر یک مقدار روشه بودیم میدونستیم چند سبایی دیگه نوبت خود ما خواهد شد. در رابطه با سوال کم همینجور
اون موقع چنان فضای خوشحالی و شادی و یک خلاصه جنونی گرفته بود همه که آقا شاه سقوط کرد، هر اتفاقی میفته عالی است. پرونده رو باید بررسی بکنیم. کارهای مستبدانه شاه کم نبود، ولی اینکه در مقابل هر کاری تیربارون افسرا، کشتار مدرسه‌ای، نمیدونم که خمینی در اونجا بود و جنایتی کردن، من در دوره‌ای که در مشهدم بودم شاهد بودم که تو بعد از چهارشنبه سیاه مشهد و اون کشتارا چند تا سواکی رو گرفته بودن، با پا آویزون کرده بودن و کشته بودن اون مجسمه که در وسط میدون مجسمه مشهد، و با چوبی که با آتیش خلاصه شعله ور بود روی سر و روی اینا رو می‌سوزوندن. و واقعا صحنه‌ای بود که من با یکی دیگه بودم، حال اون به هم خورد و مجبور شدم اونو ببرم بیمارستان. یعنی خشونت‌هایی که تو انقلاب رخ داد از خشونت‌های خود ساواک بدتر بود. ولی ببینید، من خودم اینجا بازیگر صحنه بودم نه تماشاشیش. سال 52 فعالیت ما شروع شد با یک گروهی به اسم ولعصر که بالاش وصل بود به مجاهدین، شاخه‌ای داشت توی قوچان و شاخه‌ای تو جای دیگه، با خبر نداشتیم. ما 7 نفر بودیم. 2 سال ما فعالیت کردیم، از زدن گارد دانشگاه، آتیش زدن اتاقک گارد، نمیدونم پخش اعلامیه، پخش کتاب، درگیری، راه انداختن تظاهرات، یعنی پرونده نسبتاً سنگینی خلاصه داشتیم. و سال 54 به دلیل ضربه ای که مجاهدین خوردن و تغییر ایدئولوژی و دستگیری برخی افراد، شاخه ما هم لو رفت و خلاصه ما 7 نفرمون در تابستان 54 5 تاشون دستگیر شدن در شمال، در قم، در این منور، و من و اصغر فقیهی که بعدا در رژیم خمینی اعدام شد، پسر یک آخوند مشهوری بود در اصفهان، در شهریور دستگیر شدیم. صبحی بود که اومدن در اتاق ما رو زدند و ما دیدیم 2 تا 3 تا مأمور ساواک اومدن و خیلی با لبخند فلانی و فلانی، شما کی هستید، شما کی هستید، انتظار نداشتن که اصغر فقیه اینجا باشه. ما سوار ماشین کردن بردن ساواک و یک 2 ساعتی افراد میومدن ما رو نگاه میکردن، این در حقیقت فشار روحی با چشمای خلاصه گشاده که ما بترسیم. ما هم حقیقتش از 2 هفته قبل میدونستیم دستگیر میشیم، زیرا تمام افراد دستگیر شده بودند و ما هم که چریک نبودیم که اون موقع، که وابسته بودیم به یک گروهی که داشت روش میکرد، منتظر بودیم. یعنی با همین اصغر که من صحبت کردم گفتم که یا ما باید فرار کنیم، مثلا بریم فلسطین، جایی که نمیتونیم، یا باید بمونیم. خلاصه ماندیم، اومدن ما رو گرفتن بردن. یه مقدار سوال کردن، ما چیزی زیادی نداشتیم که بگیم، واقعا نداشتیم، چون کار ما کاری بود که قبل از اون اینا فهمیده بودن. یعنی با دستگیری بقیه افراد که ما تو دانشگاه فعال بودیم مسلح نبودیم، ولی یکی از شاخه‌هایی که تو بازار بود مسلح بود و قرار بود دست به عمل مسلحانه بزنه، که نه، هم پرونده ما شده. شب شروع شد شکنجه‌ای که ما یه مقدار سیدی و مشتلگت بود و یه چند دقیقه میزدن، میگفتن که حرف بزنید، حرف بزنید، میبردن تو اتاق، کاغذ قلم میذاشتن. خب ما اندکی مینوشتیم، ولی اون چیزی که میشیم مورد قبول اونا نبود. بعد شلاق بود، شلاق میزدن، 20-30 تا میزدن، قطع میکردن و شکنجه. کسایی هم که اون موقع چون 90 نفر تو مشهد تقریبا دستگیر شده بودن، از تهران بازجوهای کمکی فرستاده بودن، من جمله ناصری غزودی اومده بود اونجا، ناهیدی بود که دستش خیلی سنگین بود و بعد 1-2 ماه بعد به دست فدایی ها کشته شد، یعنی زدنش در خونهش، ترور کردن و کشته شد. بعد بابایی بود، رجبی نامی بود که یک روستایی بود، فقط شلازن خوبی بود و اینا می زدن. شب 1-2 ساعتی شلاق زدن و تموم شد. ما تو همون اتاق شکنجه گرفتیم خوابیدیم با پای دردناک. فردا تکرار شد. روز سوم من کلافه شده بودم، یعنی چون چیزی واقعا نداشتم برای گفتن، چون ما یه سازمان چریکی که نبودیم، یه فعالان دانشجویی بودیم، قول مجاهدین. من واقعا
شلاق شکنجه بسیار غیر قابل تعاملی است. یعنی بعضی میگن آتش رو نمیدونم اینا، شلاق از هم بدتر، چیزی که خورده باشه میدونم. من چون چندین بار رفته بودم برای بازجویی و این باور نکرده بود، شروع کردم به فحش دادن به شهبانو. و این عزودی که اونجا وایسته بود و رجبی مشغول شلاق زدن بود، اومد خلاصه با مشت زد تو صورت میگه مرد که چرا به اولی عزت فحش میدی؟ من گفتم چون من چیزی ندارم، شما علیکی داره منو میزنید. بعد هم اونجا رو تخت، اینم بهتون بگم، این یه کلتی به کمر عزودی بود. من روز دوم که شلاق میخوردم آرزوم این بود که این کلت رو میتونم بگیرم از این و یه گله بزنم به اون، یکی هم بزنم تو سر خودم و از شلاق خوردن راحت بشم. یعنی این قهرمان بازیایی که ارائه میکنم، ببینید چریک چرا سیانور میذاره تو دهنش. شکنجه وقتی گسترش پیدا بکنه، من نمیدونم، تو اسطوره ها ما داریم در مورد مهدی رضایی میگن، در مورد برخی از بچهای فدایی میگن، ولی چیزی نیست که به طور عام. و دلیلش اینه که وقتی که حنیف نژاد سیانور میذاره تو دهنش، معنی داستان چیز دیگه ای. برحال ما رو باز کردن، باز کردن. خب آقای ما نمیذاریم شما این داستان اینجا به همین سادگی به پایان ببرید، چون وقتمون تموم شده. دلم میخواد که هفته آینده از همین نقطه شروع کنیم، داستان دستگیری شما، رفتار ساواک با شما، حرفایی که پیرامون ساواک در بیرون بین مردم شایع بود و مسائلی از این دست، و ادامه این راه پرپیچ و خم رو همراه شما طی کنیم اگر به من این رخصت رو بدهید. این بخش بسیار بسیار مهمی است، برای اینکه من به عنوان یک شاهد عینی عبور کردم ازش، سلول نمیدونم شکنجگاه، و واقعا یه چیز واقعی باد داد. چون اینجا هم کلی دروغ وجود داره، مثل همون یک کامیون ناخون، کسی نمیخواد ساواک رو تطهیر بکنه، ولی این افسانه سازی ها رو باید باش رو در رو شد تا ما بدونیم که چه کردیم، از کجا عبور کردیم و با چه کسانی رو عبور بودیم. هفته آینده تو این زمینه من صحبت خواهم کرد. بسیار ممنون و سپاسگزار از مهرت به میهن، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و پنجشنبه دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما، سپاسگزارم آقای بهوانی و درود به شما و همینان. ممنون از همه این مهر. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب یغمایی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیست کمکی به ما کرده باشد. ضمن آن که امروز بعد از برنامه یک گفتگوی زیبا خواهیم داشت، بعد هم یک برنامه ویژه رو براتون در نظر گرفتم، حتما این برنامه رو به مناسبت روز دهم اکتبر، روز جهانی علیه اعدام رو همراه ما ببینید. ممنون از شما.